به نام ایزد منان، بینندگان گران قدر تلویزیونی آریانا و قماندان برنامه چراغ هدایت، سلام و درود باد بر شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید. خوش هستم که باز هم در خدمت شما قرار گرفتم. در نخست تلاوت چند از کلام الله مجید را داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. آنان یعنی منافقان همانند کسی هستند که آتش افروخته تا در بیابان تاریک راه خود را پیدا کند، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند طوفان می فرستد و آن را خاموش می کند و در تاریکی های وحشتناکی که چشم کار نمی کند آنها را رها می سازد. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. آنها کران، گنگ ها و کورانند، لذا از راه خطا باز نمی گردند. او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. یا همچون باران از آسمان که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه بر سر ره گذران ببارد، آنها از ترس مرگ انگشتانشان را در گوشهای خود می گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند، و خداوند به کافران احاطه دارد و در قبضه قدرت او هستند. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. روشناکی خیره کننده برق نزدیک است، چشمانشان را برباید. هر زمان که برق جستن می کند و صفحه بیابان را برای آنها روشن می سازد، چند گامی در پرتو آن راه می روند و چون خاموش می شود توقف می کنند، و اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از بنگ میبرد، چرا که خداوند بر هر چیز تواناست. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه. افراد و یا اشخاص مفسد از جمله اعضا و یا کابینه حکومت یزید را تشکیل میداد. در مقابل دعوت هم که صورت گرفت برای امام علیه السلام و که بیعت هم خواسته شد بیعت نکرد، از جمله عوامل میتواند باشد.
و از جمله نشانه یزیدیت همچنان بود که انسانهای فاسد و انسانهای ناکاره در حکومت صاحب قدرت بودند. ارشادات را در همین مورد از دکتر صهیب محمد حسین جعفری داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه المنتجبين المنتخبين. گران اولیدونکو و محترم اوریدونکو، زموږ بحث د یزید د خط د نشانو او علائمو په باره کې و. څلور نشانې مو بیان کړې، اوس په هغه پنځم نشانه دغه ده چې هر چیرې مو ولیدل چې په حکومت کې ضعیف النفس خلق موجود و، مفسد انسانان موجود و، سست عنصر خلق موجود و، دا نشانه د اسلامی حکومت نشانه نده. امام حسین علیه الصلاه و السلام چې قیام وکید د دې د پاره چې اسلامی حکومت د قرآن او سنت پر بنسټ جوړ کړي او د حکومت غړي او اعضای قوی، مؤمن، مطمئن، با تقوا، با اخلاص او نیرومند خلق به دغه حکومت غړي وي. دا یو په اصطلاح ملاک موږ په لاس راکوي. په هر چیرې چې مو ولیدل ضعیف انسانان، بې تقوا انسانان، فاسد انسانان، سست عنصر انسانان په حکومت کې و، دا دغه حکومت دغه نشانه ده چې دا الهی حکومت نه دی، اسلامی حکومت نه دی. د یزید په حکومت کې هر څه چې سړی ګوري د ټول اعضا او کابینه یې سست عنصر، بی ایمان، بی تقوا، ضعیف النفس خلق و. دا د دې دپاره چې د ظالم حکومت خو همیشه د عدالت پر خلاف باندې دی، همیشه د خلکو د مصلحت پر خلاف باندې دی، همیشه د ملی منافعو پر خلاف دی. نو هغه خلک به دی پر خپل شاوخوا راټولوي چې هغه خلک ضعیف النفس، ضعیف الایمان وي، پرهیزګار نه وي، تقوا و نه لري، د خدای څخه و نه بیریږي. سړی چې خدا ترس سو تقوا او مرز ساتي، مرز خپل او د خدای پاک جل و علا په مابین کې ساتي. چې مو ولیدل په حکومت کې متقی خلق دي، په شریعت پابند خلق دي، یو مسلمان نسی کولای چې دی تر اسلامي مرز تیر سي، د شریعت حدود رعایت نه کی، د ده ایمان دا اجازه نه ورته ورکوي، نو یو سړی چې غواړي په ظلم او ستم او د اسلامی عدالت پر خلاف باندې عمل وکړي، خونه خوانه خوا به ته فاسد خلق راټولوي، ظالم خلق به راټولوي، بې تقوا خلق به راټولوي، تر څو د دغه حکومت په اصطلاح چاري مخکې بوزي. د یزید په حکومت کې نوعاً دغسې خلق و، یعنی دا د ټولو ستمګرو او ظالمو حکومتونو نشانه ده چې په دوی کې به دغسې سست عنصر خلق موجود وي، د دې دپاره چې دوی د خدای پر لارې باندې برابر نه وي. امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فرمایي ایو ذنب اعجل عقوبة. د امیر المؤمنین علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړه چې کومه ګناه جر د سړي غاړه نیسي، جر په اصطلاح د سړي څخه راځي. من ظلم من لا ناصر له. امیر المؤمنین فرمایي هغه څوک چې پر چا باندې ظلم کوي چې هغه مظلوم هیڅ یاور نه لري، کمک کوونکی نه لري، فقیر سړی دی. نن په اسلامي مملکتو کې خصوصا زموږ په اسلامي ملک کې قانون نه اجرا کیږي، کچیر اجرا هم سي پر یو مظلوم سړی اجرا کیږي. قانون هیڅ کله پر زورمند، قدرتمند، بانفوذ، پیسه دار سړی باندې قانون نه اجرا کیږي. نو چې قانون اجرا نه سو، دا د اسلامي حکومت نشانه نه ده، دا د ظالم او د طاغوت حکومت نشانه ده. فقال عليه السلام من ظلم لا ناصر الله له الا الله وجاور النعمه. دوهم هغه دی چې وای ظلم
چې یو سړی د نعمت پر خلاف باندې عمل وکړي. خدای پاک وایي ما تا ته امنیت درکړی او ته په خپل لاس امنیت خرابوي. خدای پاک وایي ما ته انسان خپل خلیفه په مځکې کې راوستلی، انی جاعل فی الارض خلیفه، او دا د خدای خلیفه راځي د خدای پاک په ملک ظلم او فساد کوي او د مسلمانانو وینه تویوي، د مسلمانانو عرض او آبرو وړي، د مسلمانانو پر مال او پر ځان او پر ناموس باندې رحم او ترحم نه کوي. نو دا د ظالم حکومت یوه نشانه ده. بیا حضرت فرمایي چې بله نشانه چې هغه سړی جړ دا حکومت راولي پر دې دپاره چې سړی وایي په اصطلاح پر فقیرانو باندې بغاوت کوي، پر مظلوم سړی باندې بغاوت کوي، دا د ظلم نشانه ده او دا د طاغوت او د ظالم حکومت نشانه ده چې په راس کې د یزید په حکومت کې هغه اشراف او هغه په اصطلاح صاحبان د قدرت د زر او زور دوی په نعمت کې وو. فشار او مالیات چې به ظالمانه اخیستی هغه به پر هغه فقیرانو او مظلومانو باندې وو. نو خدای پاک هم د دوی و حکومت ته خاتمه ورکړه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید عزیزان بیننده، در این قسمت حال حدیث نور را داریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ولیمه نیست مگر در پنج مورد: در عروسی، در تولد کودک، در ختنه نمودن، در خرید منزل، در بازگشت از سفر مکه. امر به معروف و نهی از منکر از جمله امرهایی هست که پیامبران یا عمل را انجام دادگی هستند و نیز کسایی که بعد از پیامبر باقی میماند و که آن هم علما هست باید یا عمل انجام بدن. اما میتوان گفت که حضرت امام حسین علیه السلام یا عمل را انجام میداد و تا به امروز راه او را باید ما تعقیب بکنیم. صحبت را در همین مورد از استاد سید مصطفی مرتضوی داریم. و مسئله اساسی که در کنار پیام های متعددی که نهضت حسینی داشت، پیام های مختلف قیام امام حسین علیه السلام دارند، یکی از اهداف در بین تمام مسئله نهضت عاشورا و مسئله قیام امام حسین، یکی از هدف های اساسی مسئله امر به معروف نهی از منکر هست که مسئله بسیار اساسی و مسئله بسیار مهم است که به همون قسمی که در بخش قبلی اشارات داشتیم که پیامبر آمده است این حدیث بیان میکنه که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصلحا. خب امی مسئله امر بالمعروف، قضیه نهی از منکر، راه انبیا، راه صلحا هست که تمام انبیا یکی از وظایف اساسی تمام پیامبرانی که از جانب خدا آمدند و اینا رسالت و مسئولیت سنگین را بر عهده و بر دوش کشیدن، آوردن اصلاحات از مسیر امر به معروف و نهی از منکر بود. بناهن هدف اساسی خداوند که بر پیامبران این هدف را واگذار کرد و این مسئولیت سنگین گذاشت، امر به معروف نهی از منکر بود که اگر در یک جامعه انسانی، در یک جامعه بشری، حالا در هر عصر و در هر زمانی که اگر امر به معروف و نهی از منکر به همون قسمی که یعنی اسلام خواسته است، به همون قسمی که تمام انبیا هدف اساسیشان مسئله هدایت جامعه بشری بوده است، در سایه رفتن یک جامعه به سمت و سوی امر به معروف و نهی از منکر، و اگر یک جامعه گرایش به سمت و سو مرز امر به معروف و نهی از منکر بکنه، در اینجا او جامعه توانسته است که به اونمو رستگاری خودش و به اونمو هدف اساسی که خدا از خلقت انسانها داشته است، انسانها هم به اون هدف مطلوب خودشان رسیدن که
هدف اساسی انسان ها ایست که انسان یعنی در میادین از امتحانات و در محک از آزمون های مختلفی که سر رای انسان ها گذاشته میشه، انسان بتانه با اونمو عزم و جزم و با اونمو قاطعیت و با توکل بر خدا در تمام آزمون ها و در تمام میادین که در اون میادین مشکلات عدیده و مشکلات عظیم وجود داره، یعنی موفق بیرون شود. بناهن یکی از مسائل بسیار اساسی در ارتباط به فلاح و رستگاری جامعه انسانیت مسئله امر معروف نهی از منکر هست. بناهن خوب در ادامه این حدیث آمده است که یکی از اهداف اساسی نهضت امام حسین علیه السلام را مسئله امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میده. خب به همین قسمی که سبیل الانبیا هست، منهاج الصلحا هست. بعدش آمده فریضتون عظیمه بها تقام الفرائض، که اگر اینمی امر به معروف و نهی از منکر مانند پایه های یک بنا است. شما ببینید اگر یک بنای پا بر جا هست، یک ساختمان باقی هست با اون زیبایی که او ساختمان داره، معمارهای آمدن به زیبایی او ساختمان طرح و نقشه را عملی کردن بر اساس اونمو پایه ها او بنا با اونمو زیباییش، او تعمیر با اونمو زیباییش پا بر جا هست. بناهن در اینجا هم که اگر فرائض و مسائلی که انسان هم در مسائل دنیایی در ابعاد مختلف دنیایی، در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل پژوهش و علم و تحقیق و از این گذشته در مسائل معنویات، در مسئله ها و قضایای معنویات اگر انسان دست بالا داشته باشه، در سایه امر به معروف نهی از منکر است که وقتی اگر در یک جامعه امر به معروف نهی از منکر به طور اساسیش در پرتو شریعت به عنوان آموزه ها و دستورهایی که اسلام هم در راستای امر به معروف نهی از منکر ایجاد کرده است، یعنی امر به معروف نهی از منکر تحقق پیدا کنه، یکی از پیامدهایش مسئله آمدن عدالت است. اینجا چی بخواهی چی نخواهی عدالت تحقق پیدا میکنه. زمانی که در یک جامعه عدالت تحقق پیدا کرد، بناهن 80 تا 90 درصد مشکلات عدیده که دامنگیر یک جامعه بی نظم و بی عدالت هست، این مشکلات برچیده میشه و در اینجا هست که بی عدالتی جای خود به عدالت میگذاره و گذار میکنه و انسان میتونه که هم در بعد دنیایی و هم در بعد معنوی که در این حدیث اشاره شده است که به سبب یعنی تحقق بخشیدن امر به معروف نهی از منکر، مسائل فریضه ها، مسائل واجبات هم تحقق پیدا میکنه. والحمدلله رب العالمین. تشکر دوستان خوبی ما، لحظات آخر هست. ناگزیر از حضور شما عزیزان مرخص شوم. ماه محرم هست، در اخیر نعتیه را داریم. تا برنامه بعد، الله یار و یاورت. کجای در شهیدان خدایی، کجای در شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجای در در زندان شکستن، کجای های در زندان شکستن، بداد عوام داران را رهایی، بداد عوام داران را رهایی، کجای دای داره مخزن گشادن، کجای دای نوای بی نوایی، در آن بحرید کین عالم کفی وست، زمان بیش دارید آشنایی، کف دریا صورتای
کف دریاست صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی، زکف بگذر اگر علی صفایی. آتش از چهره زرین اثر زر ندید، دین به دنیا مفروشید که دنیا دنیاست، زکف بگذر اگر اهل صفایی. کجای دای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، برا ای شمس تبریزی ز مشرق، برا ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی، که اصل 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 هر ضیایی. کجای دای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی.